ما اینجاییم تا از مردم ایران دفاع کنیم، حمایت کنیم، صداشون رو به گوش مردم دنیا برسونیم. و مردم ایران نقش بسیار مهمی دارن در تاریخ ایفا میکنن. حق بزرگی بر گردن کل دنیا دارن. اینو نمیگم به خاطر اینکه ایرانی هستم و دچار احساسات شدم. یه لحظه فکر کنیم. جمهوری اسلامی تلاش زیادی کرد در همین هفته های اخیر تا مردم رو ببره پشت سیاست خودش و از حماس و تروریست های اسلامی دفاع کنه. مردم تن ندادن. مردم نه فقط تن ندادن بلکه مقابله کردن. توی استادیوم ها شعارهای رژیم رو عوض کردن. پرچم آمریکا و اسرائیل رو که میذاشت رو خیابون مردم از روش را برن راه نرفتن. اعتراضشون رو بهانهای مختلف توی فرض کنید مراسم مهرجویی نشون دادن. این مردم شایسته و لااقل شایسته قدردانی بسیار از طرف تمام دنیا هستن. زنده باد مردم ایران. در ایران هم الان اعتراض وسیع علیه حجاب در جریان هست. همتون میدونید جنگ بزرگی بین مردم ایران، زنا به خصوص، و جمهوری اسلامی که میخواد حجاب رو تحمیل کنه. از این فرصت داره استفاده میکنه، فرصتی که الان اوضاع بلبشو خاورمیانه ایجاد کرده، تا حجاب بخواد تحمیل کنه. زنا با قدرت مقابل این وامیستن. و این جمهوری اسلامی هر کلکی میتونه، هر ترتیبی که میتونه سعی میکنه زنا رو به عقب برونه و نمیتونه. زنده باد زنان ایران. زنده باد زن، زندگی، آزادی. زن، زندگی، آزادی. زنان ایران شایسته بیشترین تقدیرها در دنیا هستند. حق بزرگی برگردن دنیا دارن. من سعی میکنم به انگلیسی نکاتی رو در همین رابطه بگم از لحاظ اهمیتی که انقلاب زن زندگی آزادی داره. منتها قبلش میخوام بگم فقط زنا هم نیستن. توی زندان ها نگاه کنید، زندانیان سیاسی هر روز دارن مبارزه میکنن با این رژیم کثیف اسلامی و کوتاه نمیان. زندانی سیاسی آزاد باید گردد. خانواده های دادخواه رو نگاه کنید. همه چون آبان 98، آبان پارسال، خانواده های پرواز اوکراین که اخیراً اطلاعیه دادن، همه چون با جسارت و با قدرت وایستادن جلو جمهوری اسلامی و خودشون یک ستون مهم انقلاب زن زندگی آزادی هستن. خانواده های دادخواه شایسته تقدیرن، شایسته قدردانین و اعلام حمایت از اینها. و بالاخره الان عباس ماندگار گفتند کارگران. کارگرم منظورم فقط کارگر کارخونه نیست، موزبگیرا، کسایی که زندگیشون رو از طریق فروش نیروکارشون باید بگذرونن، معلم ها، پرستارا. همین امروز پرستارا در سه شهر اعتصاب کردن. کارگرای نفت بعد از سالها به طور وسیع و همبسته سراسری اومدن اعتصاب کردن. معلم ها که همیشه در صحنه بودن، و بازنشسته ها که واقعا شایسته بیشترین تقدیرها هستند. اینا هستند. محمد رضا سروی. فورتین years old from city of rain. سیاوش محمودی. 16 years old تهران. اقبال شمنوازی. 16 years old زاهدان. امید سارانی. 13 years old زاهده. سلیس کشانی. درسته ما امروز اساساً برای اعلام همبستگی با خانواده دادخواه کیان پیرفلک جمع شدیم. سالگرد قتلش هست. ولی خب پیرفلک جوانترین قربانی و
به اصطلاح چی میگن دشمن این رژیم احتمالاً بوده که کشتنش. همینطور آربیتای عزیز ما رو و این همه چهره هایی که میبینید از ما گرفتن. منتها خیلی مهمه که ما به مسائل دیگه که الان داره تو جامعه اتفاق میفته بپردازیم. خبر خوب رو حتما شنیدین، همین امروز صبح گویا به اصطلاح توماج صالحی حالا آنویل آزاد شده و این خودش خیلی مهمه. خیلی میدونی هفته پیش نسرین ستوده آزاد شد و امتناع کرد از اینکه برای امضای اون مدارک و دیدن اون مراسم به اصطلاح چه میدونم ترخیصش حجاب سرش کنه و نکرد، مقاومت کرد. همینطور نرگس محمدی، این جنبش سر ایستادن نداره، جلو داره میره. خبر خوب دیگه اینه که جنبش کارگری که واقعا نقش بسیار مهمی داره تو هر انقلابی و به ویژه کارگرای نفت الان مدتی است بیرونن. درسته برای احقاق حقوق صنفی خودشون دارن مبارزه میکنن، چون کارگرای نفت رو میدونید تقسیم بندی کردن، یه عده قراردادی هن، یه عده رسمی هن، یه عده قرارداد موقت هن، 13 کاتگوری داره این کارگرایی که دارن با جونشون بازی میکنن که اون طلای سیاه رو از زمین در بیارن که جمهوری اسلامی خرج تروریسمش در دنیا بکنه، خرج سرکوب مردم بکنه، خرج دزدی های میلیونی و بیلیونیش بکنه که نمونه هاشو تو همین ونکوور ما داریم میبینیم. این جنبش کارگری الان اومده به میدون و این امروز ما از اینجا اعلام میکنیم، اینو بشنون کارگرها در ایران، کارگرهای نفت این صدا رو بشنون که ما با هم هستیم، ما کنار شما هستیم، ما پشتیبان شما هستیم، ما صدای اعتراض و مبارزه شما رو به گوش جهان میرسونیم، اتحادیه‌های کارگری پشتیبان شما هستن. مردم ایران، مردم دنیا امروز کلاه از سر بر می‌دارن به احترام مبارزات شما، زنا، جوونا، کارگرا، معلما و بخش‌های مختلف جامعه، هنرمندان ما، وکلای ما، پزشکان ما، همه اینا الان معترضن و دارن کنار هم با هم متحد میشن که پرونده جمهوری اسلامی رو ببندن. بنابراین از اینجا اعلام میکنم، امیدوارم بشنون کارگرای اعتصابی، کارگرای فولاد، معلمان، بازنشستگان، عزیزان، ما همه با هم هستیم، فرق نمیکنه کجای این جامعه قرار داریم، ما منفعتمون به هم گره خورده، باید متحد بشیم، باید متشکل بشیم و از شر این نکبت جمهوری اسلامی خلاص بشیم. بنابراین من امیدوارم که پیغاممو داده باشم. فقط اینم یادآوری کنم که زنانی که در رشت دستگیر شدن فراموش نشدن، ما حواسمون هست. باهائیانی که این همه دارن الان مجدداً بهشون حمله میکنن، دستگیر میکنن، مزاحم زندگی و کارش میشن، حواسمون هست. ما منفعتمون با همه، ما همه باید پشت هم باشیم، فرق نمیکنه شما چه باوری داری، کجای این جامعه کار میکنی، چه خدمتی ارائه میکنی، تو چه سطحی هستی، فرق نمیکنه. این جمهوری اسلامی دشمن همه ماست، دشمن پیشرفته، دشمن علمه. این پیرفلک، این جوون 9 ساله آرزوش این بود که یه مخترع خیلی مهم بشه به دنیا و شاید میشد، و شاید میشد. امروز به هر حال به رسمیت شناختنش، اسمش توی خیلی جورنال ها و خیلی مجامع بین‌المللی هست. در هر حال عزیزان کارگر، کارگران اعتصابی، ما صدای اعتراض شما رو به گوش جهان میرسونیم، با هم هستیم، زنده باشید با امید موفقیت. میدونیم نقش شما خیلی مهمه، نقش شما کلیدیه. امیدوارم با اعتصاب سراسری، با اتحاد سراسری بتونیم کار این رژیم رو یکسره کنیم. زنده باشید. خیلی ممنونم که این فرصت رو میدید. صدای ما بلا چا بلا چا بلا چا جا جا یا همه با ما یا همه تنها روز نو یا شب بی فردا بیپاری باز خون یه شب مطن یکی میده آیا دم ها
به نام خدای رنگین کمان، برای میثم و ماه منیر. میثم و ماه منیر از جنس مردمانی هستند که خود رنج میکشند اما درد دیگران را نیز از یاد نمیبرند و فریاد میزنند. این زن و مرد علی‌رغم داغ عظیمی که دیدند، یک سال است پاره تن خود را در زمان کودکیش از دست دادند. هرگز سرخم نکردند. حتی اگر تلاش کنیم خود را به جای آنها بگذاریم، در سطح تصور هم بسیار دردناک و سخت است. 25 آبان به جز آن که یادآور آبان خونین 98 است، روز کشته شدن بسیاری از هممیهنانمان در خیزش زن زندگی آزادی است. 25 تا 27 آبان 1401 در گاه شمار تاریخ ایران تا همیشه ثبت خواهد بود. آن روزها یادآور جانهای عزیز از دست رفته است که هر کدام نماد مهمی از اتحاد جمعی ایران در برابر ظلم ظالمان هستند. آبان تا همیشه برای مردم ایران جاودانه است، چرا که در این سالها ماه آبان مدام پر از یاد و نام آنهاست که کنار هم در خیابانها ایستادند، از هر گروه و هر جای کشور برای آزادی و حق‌خواهی یکدیگر بلند شدند. در این میان بسیاری از انسان‌های شریف، خانواده‌های دادخواه امروز متحمل هزینه‌های سنگینی شدند، همچون میثم پیرفلک و ماه منیر مولای را که طی یک سال گذشته به جز داغ فرزندشان تحت انواع فشارها و آزارها بودند. قلبم پر از غصه می شود با یاد پسرمان کیان، پسری که باهوش و کنجکاو بود. او خدای رنگین کمان را صدا می زد، نگران آدم‌های دیگر جامعه بود و یکی از سرمایه‌های آینده این کشور بود. حالا امروز یک سال از کشته شدن کیان می‌گذرد و او از نمادهای مردم ما و ایران آینده ایمان شده است. یاد او پایدار و پابرجاست. روزی گفتم اگر دختر بچه‌ای داشتم آرزو می‌کردم مانند نیکا باشد. امروز میگویم اگر پسری داشتم آرزو میکردم کیان پسرم باشد. مقاومت خانواده کیان برای ادامه زندگی و تحمل فشارهای متعدد نوید روزهای روشن است و آزادی. ایران فراموشتان نکرده است و نخواهد کرد. غم شما خشم ماست، بغض شما فریاد ماست. سخنانی از حسین رونقی. مرگ بر جمهوری کثیف اسلامی، مرگ بر جمهوری کثیف اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر جمهوری اسلامی. زن زندگی آزادی، زن زندگی آزادی. نگه داشتن این شمع خیلی مهمه. مردم ایران امیدشون بخشن به خارج از ایرانه. اونها میخوان که ما صدای اونها باشیم. جمهوری اسلامی با ارتش و پلیس و سپاهش، با زندانهای کثیف و مخوفش تلاش داره میکنه که این آتش زیر خاکستر رو خاموش کنه، ولی کور خونده. و در خارج از کشور مهم نیست
چه تعدادی هستیم، ولی باید باشیم. باید صدای این مردمی که تو زندان ها دارن جون میدن. الان جمهوری اسلامی فرصت رو طلایی دیده، یکی یکی داره حکم اعدام میده، ولی ما میبینیم مقاومت هست. کارگران نفت و فولاد در اعتصاب هست، بازنشسته ها هر روز تو خیابون هست، معلمان دارن اعتراض میکنن، پرستاران و بسیاری از اصناف مختلف کارگران صداشون خاموش نشده و قوی تر به میدون اومدن. و یک بار دیگه این انقلاب اوج خواهد گرفت و ما باید این شمع رو تو خارج از کشور روشن نگه داریم. قبل از اینکه شعار بدیم، من یه مسئله خیلی مهمی رو باید اینجا روشن بکنم. اون کسانی که در قبل از انقلاب عنوان مبارز چپ سیاسی بودن وفادارترین و دوستترین آدم ها نسبت به مبارزان واقعی فلسطین بودن. ایران جزء معدود کشورهایی بود که نیروی مبارز و جنگجو در فلسطین داشت و موضع اصولی و صحیح در زمان حاضر این است که نیروهای انقلابی گرفتند، حمایت از دموکراسی اسرائیل، حمایت از مردم فلسطین، افشای سازمانهای تروریستی رژیم جمهوری اسلامی. رژیم جمهوری اسلامی نه تنها آزادی خواهان را کشته است، مبارزات مردم فلسطین را به انحراف کشیده. عده‌ای تحت لوای حماس، حزب الله، پرچمدار غیر واقعی مبارزات فلسطین شدن. ما باید در مباحثاتمون، مذاکراتمون و موضع‌گیری هامون فراموش نکنیم دموکراسی اسرائیل و آزادی خواهان اسرائیل که ماها برای دفاع از دموکراسیشون در اعتصاب و در جنگ بودن، دموکراسی خواهانی که بر علیه کپی جمهوری اسلامی به نام حزب لیکود مبارزه می‌کردند، بسیار متفاوت هستند از مزدوران جمهوری اسلامی به نام حزب الله و حماس. باید همیشه ما از دو جناح حمایت کنیم. دموکراسی اسرائیل، مردم مبارز واقعی فلسطین. در پشت سر ما شو درست کردن، فرصت کردین نگاه بکنید. پرچم جمهوری اسلامی با لباس سپاه پاسداران و شرم‌آور این که افراد اطراف آنها به فارسی حرف می‌زنند. ما در مرحله بسیار خطرناکی هستیم. دشمنان از چپ و راست در لباس‌های مختلف وجود دارند. هیچ نیروی سیاسی، هیچ آزاداندیشی بر علیه آرمان فلسطین نیست و از مردم زجر کشیده کودکان فلسطین دفاع می‌کنند. و هیچ آزادی خواهی طرفدار نیروهای وابسته و سرسپرده جمهوری اسلامی نیست. از دموکراسی، حتی دموکراسی اسرائیل، صمیمانه دفاع می‌کنید. Women like freedom!